آیا از دید به اصطلاح ادبی و عرفانی این قرآن توجهش رو جذب کرده یا نه برداشت های جزئی دیگری هم از قرآن داشته که واقعا مورد توجهه یعنی از دید یک نفر ایرانی که نگاه میکنه میبینه یه نفر به اصطلاح یهودی غیر زبان فارسی اومده چیزایی رو در آورده که خودش ممکنه متوجه نشده بعد از بله. این همه مدت حالا حتما شما دیویدیش رو دیدین اصلا این سخنانیش رو اینجوری شروع میکنه خطاب به بقیه که همه میزنن زیر خنده همه فکر کنن این آمده مثلا علیه اسلام و قرآن مثلا حملاتی بکنه میگه حتما راجع به هفتا دو دوتا هوری شنیدین که مسلمان ها معتقدن که تو بهشت برن هفتا دوتا هوری نصیبشون خواهد شد اینی که بهشت مثلا باغهایی است که از زیرش نهرها جاریه میگه بله سی و شیش بار در قرآن اومده که باغهایی که از زیرش نهرها جاری ولی بذاریم بهتون بگم که معناش چیه من الان در جایی زندگی میکنم مثلا جلوم رودخانه آب جنگله فلان من شاید اینو نفهمم ولی برای عرب مثلا 1400 سال پیش که در یه منطقه خشک بی آب زندگی میکردن تصور باغ باغی که نه آب از ته چاه بکشن آب جاری باشه میگه اصلا معناش این نیستش معناش یک نوع سبز و خورمی. مثل امروز که میگن سبز باشید با تراوت باشه. قشنگی رو توضیح داده بعد میگم من حالا آخر این بهتون راجبه این هوریا میگم که چگونه از حالا فعلا گوش بکنید یعنی از مسئله یه چیزی که در ذهنیت مغرب زمینی از اسلام از قرآن که همش صحبت از سکس و حوریه و نشستن رو تختا لم دادن و براشون هم جوری میان که نمیدونم حالا از این چیزا انقدر تو این کتاب های حدیث و روایاتی برای خودشون نوشتن بعد توضیح میده من حالا این یه تیکه کوتاش بخونم میگه که اینا تصورات قدیمی مشرق زمینی است یعنی میبره میگه اون تو دیدگاهی که از قدیم گفتن میگه چهار مورد اصلا کلمه هوری در قرآن نیمده. این تحقیقات این کرده. میگه دلالت این کلمه هوری میگه که پیور beings میگه منظورش یک انسان خالصه. چیز کامله. میگه مثل فرشتگان که معادل آن در یونانی جوانی است میگه که شما چرا ذهنتون تو این معنای همش هش هوریه مثلا امروزی و این توجهاتی که از این عینک به دنیا نگاه میکنید میگه تو قرآن داره میگه رستاخیز آینده همه چیش داره عوض میشه میگه اصلا شما درک نمیتونین بکنید درست مثل بچه ای که فعلا تو رحم مادرشه بخوان وعده از دنیای بیرون بدن که تو متولد شدی بیرون چه دنیایی خواهند بود اون اصلا هیچ ذهنیتی نداره اصلا نمیشه به او گفت ولی در قالب مثال تمثیل ها باید بهش بگن تو میری بیرون دریاها رودخانه از چگونه مثل این جریان خونی که تو رنگها داری میبینی ولی این که اون نیست ولی در مقام مثال کوه و دشت خواهد بود مثل پستی بلندی های در رحم البته این مثال من دارم میزنم اون میگه اینا همش تمثیلیه قرآن که میگه بارها گفته که اینا مثال برای شما برای فهم شماست میگه خدا رو شما, شما رو خداوند در یه عالم جدیدی انشا میکنه که این کره زمین عوض شده نظام فیزیکی عالمتون عوض شده بنابراین چرا شما چسبیدین میگه به این معانی حالا جالبه که این اصلا اعتقادی هم نداره ولی به عنوان یه محقق فهمیده که این پیام ها چه چی چیزی رو میخواد بگه یعنی بخشش در واقع رو این حالته میگه که هوری یک تمثیلی است برای دنیا در قرآن هرگز سخنی از هفتاد و دو هوری نرفته هست و این مسئله 300 سال بعد از پیامبر پدید آمده یعنی اینی که تو بهش حوری 72 تا سر کدومشون نمیدونم چجوریه و نمیدونم چند هزار سال به همه میگه اینا از 300 سال بعد از پیامبر تو کتابای دینی رفته یعنی یه عده عربای مثلا 300 سال پیش این تصورات یا آرزوها آرمانهای خودشون رو در این قالب ها آمدن شک گرفتن بعد میگه مشابه تصویر بشری از فرشتگانه با بالهایی که تو ابرها هست میگه شما هر تابلوی نقاشی رو ببینید فرشتگان رو به انسان تشبیه کردن که به بالهایی دارن یا بچه های خیلی توپول مپلی هستن میگه خب فرشتگان که مادی نیستن ولی بشر وقتی میخواد تمثیل بکنه فرشتگان هم فکر میکنه که یک حیبت و قیافه یا مثلا زیبایی انسانی دارن میگه بهشت قرآنی کاملا غیر از تصور آمیانه است سخن از حاصل خیزی فراوانی و سبز و خورمی یعنی به عنوان یه محقق بیطرف حتی مخالف دین و مذهب محصول مطالعهش رو که سه ماه کرده در قرآن داره اینطوری گزارش میده دیگه یعنی یه محقق قابل ملاحظه همه میتونین اینو تو اینترنت برین ببینین دیگه بله تو ted.com میتونن ted.com هست بله. یارو بله. یا رو اسمش هم اگر برن هیزلتون میتونن پیدا بکنن بله یا کسی اگه بخواد براشون ما میتونیم فوروارد بکنیم هم متن انگلیسی پیاده شده شو بله. و هم در واقع دی وی دی شو بله ted.com بله بعد آقای بازرگان خب این نظرتی که این خانم دادن جالبه از یه دیدی نگاه میکنیم که ما خودمون رو مسلمون میدونیم ولی اونقدر زمان و به اصطلاح کوشش نمیذاریم که به اصطلاح این حداقل سوال برانگیز باشه برمون خوندن قرآن اینجوری نباشه که همینجوری فقط برای بعضی شبهای به اصطلاح، مهم بخونیم شب بخونیمش یا مثلا تو قبرستان ها بخونیمش علاوه بر این وقتمون چنانی نمیذاریم و این خانم خب جای وسی شگفتی است که واقعا این کار را انجام داده حالا ببینیم احتمالا با اون بکراندی که سابقه که ایشون از ادیان دیگه داره مسیحیت و به اصطلاح طرفداران به اصطلاح یهودیت احتمالا تشابه هایی هم دیده که میدونیم هست در قرآن احتمالا ایشون هم اونها رو مشاهده کرده حالا مطالب دیگری هم اگر جز مشاهداتشون هست شما بفرمایید اول فرمودین که این کتاب به صلاح توی مجالس ختم و تحریمه مرحوم طالاقانی این مطلب رو اولین بار از ایشون شنیدم چون گفت کتابی که برای زنده هاست برای هدایت زنده ها اومده تا صوتش بلند شه همه نگاه میکنن کی مرده چون بعد ما بردیمش تو قبرستان یکی میمیره بالا سر قبرش یه عده مرده خور اونجا از پول دارن میگیرن که چهار تا سوره قرآن بخونن و از این فامیلی پولی بگیرن یا تو مجلس ختم ترهیم سالگرد اونم اول یه ضبط صوتی میذارن همه دارن با هم حرف میزنن اونم داره صوت خودشون کتاب زنده ها تبدیل شده به کتاب مرده ها